همون گونه که می شاهد هستیم نویسنده مزمور شساسه که حتما ایمان دارم به خوبی با این باب مزمور آشنا هستن چقدر زیبا میگه بریم با هم دیگه این مزمور رو بخونیم شما هم بخونید از سروش عیزم که کارگردان این قسمت هستن خواهش هم این است اگر براشون امکان پذیر هست روی صفحه بندازم و با هم بخونیم که ما این گونه میتونیم فکرمون رو از خلایی که ایجاد شده تنهایی هست با حضور خدا پر کنیم امسال سالی باشه که فکر من کاملا با خدا باشه و هرگز نگو من تنهام تو تنها نیستی چون خدا با توست و چون خدا با توست هرگز هیچ موقعیتی نمیتونه بر علیه تو باشه اما گونه که سعدی هم نیز زیبا میگه اعلام میکنه همه بر سر زبانند و تو در میان جانی تو در وجود من هستی و در مزمور 63 از یک تا هشت رو براتون میخونم که اینگونه اعلام میکنه ای خدا تو خدای من هستی هیچ کس دیگه نیست هیچ کس دیگه نیست ای یهوه تو خدای من هستی ای خداوند تو خداوند من هستی در سحر تو را خواهم طلبید اولویت وقتم مال توه جان من تشنه توست تمام وجودم فکرم احساسم متعلق به تو هستش حتی معدم که صبح گرسنه هست اول خداوند میخوام در ابتدا به حضور تو بیام معده فکرم رو از محبت تو پر کنم از قوت تو پر کنم و جسدم مشتاق تو هست اگر جسدم در ضعف هست حتی نیاز به یک قرصی داره نیاز به یک دارویی داره نیاز به یک ویتامین داره خداوند و درمان من تو هستی خداوند و ویتامین من تو هستی پروتئین من تو هستی خدا اکسیژن من نفس من تو هستی تو در زمین خشک یه تشنه بی آب در هست میگه من در جایی هستم که وجودم تشنه تو هستش و قوت تو رو میخواد و ادامه میده چنانکه که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم من در برابر تو قرار میگیرم در حضور تو هستم تا مر تو رو ملاقات کنم صبحا چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است چرا که وقتی میام در حضور تو میبینم سرزنش های درونی شروع شده روز گذشته دلهایی رو شکوندم اشتباهاتی کردم گناه کردم میترسم امروزم دوباره این اشتباه رو بکنم اما خداوند و رحمت تو میاد خون مسیح میاد پوشش میده اون گناه و اون سرزنش رو و من آزاد میشم چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خوان همون موقع شروع میکنم هاللویا هاللویا خداوند تو رو دوست دارم تو رو میپرستم مسیح تو رو دوست دارم و این گونه روزم رو آغاز میکنم و ادامه میده از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دست خود را به نام تو خواهم افراش به نام عیسی مسیح خداوند زنده نه به نام مرده‌ها نه به نام افسانه نه به نام کسایی که توی چاه هستند به نام مسیح که در آسمان هست و حضور او به توسط روح القدس در من هست و این نویسنده نیز ادامه میده در آیه پنج جان من سیر خواهد شد از چی؟ از امیدی که خدا به من میده از آرامشی که خدا به من میده از شادی که خدا به من میده از اقتداری که خدا به من میده از توانایی و قدرتی که خدا به من میده از عطایایی که خدا به من میده از صبری که خدا به من میده جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز پی و زبان من به لبهای شادمانی تو را هم خواهد گفت یعنی وجود من آنقدر از قوت شادی تو لبریز میشه که خداوندا اگر تمام ویروس چیزهای دنیا ورا بگیرد من فقط میگم خدا یا شک در تو شاد هستم و شاد خواهم بود ویروس کرونا چیه دولت هایی که درش قدرت تاریکی هستن چی هستن خدا یا تو پادشاه زندگی من هستی نه برای چهار سال بلکه خداوند تو ابدی هستی و من در حضور تو خواهم بود که کمال خوشی هاست و ادامه میده آیه 6 چون تو را بر بستر خود یاد میآورم چون تو را موقعی که میخوابم موقعی که بلند میشم به یاد تو هستم چون تو تو فکر من هستی من تنها نیستم در فکرم چون تو را در بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب شب در تو تفکر می کنم یعنی هم در زمان خواب هم در زمان بیداری تو در فکر من هستی عزیزانی که دوران نامزدی رو به سر میبرن عزیزانی که به برای ازدواج شروع میکنن اه... جوون پسری هست دختری رو میبینه دختری پسری میبینه وقتی که اینها تمایلاتشون به هم زیاد میشه علاقهشون زیاد میشه عشقشون زیاد میشه تمام فکرشون فقط همدیگه هستن فقط همدیگه هستن و نمیتونن جای دیگه بکنن دارن میخوابن درباره اون فکر میکنن صبح بلند میشن با فکر اون بلند میشن صبح بلند میشن برای شعر مینویسن شب میخوان بخوابن مدام میخوان تماس بگیرن تکسی بدن الان روی این تلفن های موبایل دوست دارم دنبال جملات زیبا میگردن که بتونم این رابطه رو داشته باشن دنبال فرصتی هستن با هم باشن و خدا میخواد این رابطه رو ما با او داشته باشیم او حقیقتا عاشق ماست خدا همیشه به فکر من و توه ما نمادی از زندگیمون این گونه میشه در یک دوره ای اما خدا مدام عاشق منو توه خدا میخواد مدام در فکر منو تو باشه در قلب منو تو باشه همان گونه که در کتاب مکاشفه سبی سلام میکنه در قلب تو رو میزنم اگر باز کردی من با تو همیشه هستم نمیگه امروز هستم فردا هستم اگر تو نیستی من نیستم میگه من همیشه با تو نیست خواهم بود و ادامه آیات رو آیه هفت میگه زیرا تو مددکار من هستی یعنی هدایت کننده و حمایت کننده من هستی زیرا تو مددکار من بوده ای. زیرا زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد پر از قوت خواهم بود پر از امید خواهم بود هرگز تو مرا تنها نخواهی گذاشت همان گونه که مولوی این زلام میکنه دیگران چون برون از نظر دل برون تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی تو مانند دیگران نیستی خداوندان تو همیشگی هستی تو قوت من هستی و نیز آیه آخر آیه هشت رو سپاسگزار میشم که اعلام میکنه جان من به تو چسبیده یعنی اصلا ما جدا نمیشیم چسب دوقلو نیستشو چسب آکواریوم و چسب آهن نیست عزیزان میچسبه یعنی یکی شدن حتی پوست و گوشت و نیست از اونم نیز قویتر هستش چرا که کمک خواهد کرد که هرگز ما در رنج قرار نگیریم هرگز ما در سختی ها قرار نگیریم هیچ جفایی هیچ رنجی هیچ بیپولی هیچ بی کاری نمیتونه ما رو از پا بندازه هیچ ویروسی مانند کرونا نمیتونه ما رو از پا بندازه همون گونه که باز شاعر میگه بی تو هر لحظه مرا بیم فرو است نگرانی کسی که عاشق خداست در فکرش خداست همان گونه که مزبور 63 آیه 8 میگه جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است یعنی حامی من هست حمایت میکنه مرا کسی هستش که تمام ترسش اینه که مبادا خدا در فکرش نباشه فکرش این نیستش که بگه نکنه بی پول بشم نکنه بر مثال مریض بشم نکنه اقامت نگیرم همه اینها نیازهای ما هستش اما فکر کسی که تشنه خداست عاشق خداست مانند این مزامیر شستوز ن... تنها نگرانش اینه میگه نکنه خدا یه مورد روز بلند شم خدا تو فکرم نیست یه چیز دیگه در فکرم هست از این رو شاعر میگه بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که بر روی گسل زلزله هاست میترسم نکنه تو رو از دست بدم خدایا پول و سلامتی و خانواده و همه اینها اگر در خطر قرار بگیرن تو با من هستی تو مرا تنها نخواهی گذاشت